demain après-midi et demain matin même à 10h et 15h à Chemillé-Mêlée dans le Maine-et-Loire dans le cadre d'un festival qui va se dérouler toute la semaine qui s'appelle le Camiliacus Jazz Festival. Les voilà, voilà. Est-ce qu'on est bien dans les embouteillages? On a le temps de voir le paysage. Est-ce qu'on est bien au milieu des bouchons? On voit passer des moutons, des dragons. Est-ce qu'on est bien bloqué dans les virages? On risque pas. Roger Diggins, aye, bechoy bien, je vais d'escoucher Saint-Georges, verim fein. سنجوش کسی بود که بارها به دست ضد مسیحیان شکنجه و آزار شد. داغش زدن، با عرابه از روش رد شدن. اون به طرز معجزه‌آسای زنده بود. ولی اینا برای محکمکاری سرش را از تنش جدا کردن. بعد میپیچید دست چپ کوچه مارتیر، از اسمش هم معلومه، کوچه شهدا. دست راستتون کوچه هیپولیت لباس. معمار بزرگ فرانسوی که متخصص ساختن زندان بود. حالا شاید همه اینا رو به عنوان هشدارهای شوم سرنوشت در نظر بگیرین و راهتون رو کج بکنین. اشتباه میکنین چون اگه بیاین جلو بومسی رو کشف میکنین با یه در کوچیک قرمز رنگ رو رفته و اگه این پلکان پیشتر پیش رو پنج سواقه بیاین بالا و کفشاتون رو رو پادری سوقات ترکیه پاک بکنین میرسید به این مهمونی خانوادگی. نیست. خوب نگاه کردی؟ شاید مونده پایین. نگاه کردم. میخوای زودی رو پیرن و بیاتی اتو بکشم؟ گور بابای پیرن آبی بگرد، فقط بگرد. تو جیبه بارونیت نیست؟ بارونی من دادم خوشویی. یا همینه کم داشتیم، حتما مونده تو خوشویی. باز شد تقصیر من. بدون گوریه. بله گور. الو سلام فرانسواز، چطورین؟ خوبین؟ ما هم خوبیم، بد نیستیم. بچه ها خوبه؟ خواب امسال دانشجو ها بد نیستن، خوبه، فقط یکم بیحاله. قانون نیکوماخوس فلسفه مونتنی کشمش، بله کشمش. راجب کشمش میخواست بپرسه، این کشمشی که میریزه توی این چیز نمیدونم. فرانسواز گوشی دستتون، خودش میاد ازش بپرسیم. میبوسمتون، خدافظ. بابو، مامانت. شاید واقعا تو جیب بارونی مونده، اصلا یادم نمیاد. اما مامان خوب، مرسی مامان. وقتی تجین من رو کشی درست میکنی کشمشه تو کی میریزی؟ نه خیلی زود که باد کنه، نه خیلی دیر که خشک شه. فهمیدم. آره میاد اینجا شو. بله کلود هم میاد. باشه میپرسم. از مسئول راجب کاستیت میپرسم، بهت زنگ میزنی. فرقی نمیکنه، تو زنگ بزن. هیچ فرقی نداره ماما، مزاحم نیستی. وقتی بهت میگم زنگ بزن مزاحم نیستی. زنگ بزن ماما هر وقت خواستی. کلود هم اومد، قربونت برم. چه بوهای خوبی. باشه منتظرتم، قربونت برم. خدافز. قد میخواد مزاهم نشه که دائم مزاهمه. موات روشن کرد. آره. یه درجه. خیلی بهت میاد. مرسی، لطف داری. پیر خیلی بدش میاد. نه بابا. چرا خیلی بدش میاد؟ کریستوف فرازنگ کرد. آره. کارش حرف نداره کریستوف. آب میخوری؟ آره. دویدم. خب. بچه ها کجا؟ بچه ها. امروز چی زدی؟ خاطر مرسی. دنبال چی میگردی پیه؟ بابا کلید انباری رو گم کرده.
همین الان باید پیداش کنی. دیوونه میشم وقتی نمیدونم یه چیزی کجاست. اگه من پیداش کنم چی به دست میارم ها؟ دین ابدی بنده. ای؟ بله. چه سعادت. بعد نبود بهم کار پیشنهاد کردم. اونجا؟ آره نوازنده ترومبونشون غرق شده. ولی چه تو نمیری؟ نمیدونم دارم فکر میکنم. یعنی چی دارم فکر میکنم؟ من که لازم نیست فکر کنم. بابا. من مخالفم. آخه اون بره دنیاست. او خیلی هم نزدیکه. همچین نزدیک هم نیست. وقتی هم میرفتی تورنتو عین همین حرفو زدی. به اون دوری نیست. همچین نزدیک هم نیست. 3 ساعت با قطار پرسرعت انگار هومه شهر زندگی کنی. خانواده استریا رفتن هومه شهر و ما دیگه نمیبینیمشون. چه بهتر. من مخالفم تورنتو. بابا. خیلی دوره. من که هنوز تصمیمی نگرفتم. خب باشه، اصلا ببین، امشب راجع بهش حرف نزن. چه هرچیزی به نظر آتونه، خوبه مارسل، خیلی هم باحاله، نزدیک خونه فرانسوازه، خوشحال میشه، آره؟ امیدوارم. الو دوست عزیز، رمز در خونه از 10 سال پیش عوض نشده، همونه. تاریخ جنگ استرلیز. بنسان استرلیز، تو تاریخ جنگ استرلیز رو نمیدونی بی سواد؟ خیلی خوب، دلم برات سوخت. 1805 تاریخ جنگ استرلیز یاد بگیر بچه. بابا برادر دم دره. باش بالاخره صعود کردم. بابا یه آسانسور بزنین اینجا. چش. مالیزا. دست خیسته. چطوری ابراتون هم کردی؟ موام رو روشن کردم. ای یه کاری کردی به توی. خیلی بده. نه بابا. خیلی بده شده. چطوری؟ آه احباره کلودیه ما چطوره؟ خوب. واو واو. شوالبلان 1985. آره یکی از مشتری است. صف ببینم، صف ببینم. من باورم نمیشه تو تاریخ جنگ استرلیز رو نمیدونی؟ خب حالا قرار نیست اسم همه ایستگاه‌های مترو رو بدونم. من که سوار مترو نمیشم. بچه‌ها کجا؟ 8:45 دقیقه از فرضم که تعطیله ها؟ آه بیا بیا. ای رفیق رزل من بگی ببین توی پوکر ناکارم کرد. سر پول بازی میکنی؟ نه اصلا نه اینو خود چکش میشه، حجمش زیاد بود، دارم نقدی حساب میکنم. بالاخره مبتدی ها خوش شانس هم. نه میگم اونایی که تو عشق شانس ندارن تو قمار شانس دارن، اصلش اینه. چقدر بردی؟ 2 سال و وسط دارش کن. بله بله بیر من ماشینم جوری کتاب فروشی پارک کردم، نمیبرنش که ببرنش، باید تانک بیارن تکونش بدن. البته شماره تو گذاشتم زیر برف پاک کن. شماره منو گذاشتی برای چی؟ آره مالیدم به این ماشین برمزه بیا. مالیدی، خوب کردی مالیدی و خوب کردی شماره منو گذاشتی چون میتونم لط بدم. بله، از شما بر بیارم. حالا واقعا واجبه یه ماشین شاسی بلند به این گندگی رو ور میداری تو خیابان تنگ منطقه 5 پاریس برای چی؟ به این نمیگن شاسی بلند. بهی میگن COV یعنی Sport Utility Vehicle. حالا اگه ترجیح میگه یک رسوبره. من هیچیشو ترجیح نمیدم چون انقدر کلمه انگلیسی توشه که حالمو بد میکنه. بله بله. چکار داری میکنیم؟ ما بازی؟ دنبال کیلای پیر میگردیم. خب اگه پیدا کنیم چی یادمون میشه؟ دین اولیش. اوه چه سخاوت من. تو مگه باز روسی شروع کردی؟ آره دوباره شروع کردم واسه حافظم خوبه. منم ایتالیایی شروع کردم، مرا عضلات هم خوبه. چرا؟ این مسابقات ورزشی رو از کانالای ایتالیایی دارم نمار بکنم. اندیشمند. بله
خونه خوبی شده اینجا پیر. قشنگ میتونم مثل 7000 تا برات آب کنم. اه؟ اون موقع که میگفتی محل معتادا و مهاجرا؟ آره بود. اینم از قدرت شما چپی هست دیگه. شهامت سرمایه گذاری تو محله های آتیه دار رو داریم. آنها رو چی کار کردی؟ داریم دنبالش میگردیم. نه بابا با این ژاپنی ها برای گذاشت. خب بگو ببینم. چی؟ خب مگه امروز آنها سونوگرافی نداشت؟ این چه قیافه یه به خودت گرفتی بنسان؟ یه خبر خوب، یه خبر بد. خبر خوب این که پسر و عالیه. خبر بد این که مرده. بیا پسر و سرحال سرحال. خیلی خریب انسا. خیلی قربونش برم. نگاش کن کن باشه کاتالوگ بچه رو ببینیش. بچگی این همه دارایی داره. مثل اینکه شما بعدت نمیاد. آی کله گنده کلش هم اینه بابای سمت راست افتاده. به مامانت خبر دادی؟ ها راستی حرف مامان شد. منتظری که بهش زنگ بزنی. میخواست بدونه دقیقاً کی میری ویلا. حتما واجبه که مثلا 5-6 ماه جلوتر بهش بگیم. خب فقط من بهت بگم که ما قراره از 5 ژوئیه تا 20 ژوئیه اونجا باشیم، بعد مامان قراره بچه‌ها رو از 20 ژوئیه تا 6 اوت نگه داره. میشل و کریستل هم فکر می‌کنم آخر هفته 8 و 9 بیان دیدنمون. تو هم هر وقت دلت خواست میتونی بیای. آه این شد هر وقت دلم خواست. میشه همون 21 و 23 دیگه. نه ونسان، اون موقع هم که ما اونجا هستیم میتونی بیای، مشکلی نیست. خب معلومه، تازه شاید کلود هم به همون سر بزنه. خبر داری میخواد بره مارسی برای زندگی؟ بله، نمیبینی من داغونم. به هر حال به مامان بگو که ای خیال داری بری، بعدش میتونی نظرتو عوض کنی. بهش بگو 36، 37، 38، 39. خیلی دوست. خب برای اون چه فرقی میکنه؟ اون که همیشه اونجاست. خب دوستاشو دعوت کنه، برنامه ریزی کنه. اه دوستاش که همیشه اونجا دعوت هم. ناس میگه درسته، تمام زمستون دوستاش اونجا. من در راست صورت نمیدونم کی میام، میدونم کی نمیام. بنسان، مامان دیگه 20 سالش نیست. تو نمیخوای قبول کنی که داره پیر میشه، ولی داره پیر میشه. نه ببخشید، خیلی هم سلام. نه داره پیر میشه. اون فقط وسواس داره. وسواسیه دیگه. وسواس داره. خب منتظر آنا میشیم یا شروع کنیم؟ نه شروع کنیم. فهم لطفاً یه ظرف کوچیک برای سیگار کنار بذار. ای اولین زنیه که میبینم تو دوران حاملگی سیگاری شده. مثل اینکه بیار سیگار داره. اصلا دلم نمیخواد خودم قاطی مسائل شما بکنم اصلا، ولی برای پسرت اصلا خوب نیست. اومد خودت بهش بده. ممکنه بچه‌تون حسابی ریز در بیاد. من ایرادی ندارم. از این جدلا میشه میبرمش سیرک. پسر پس؟ بله، شک داری؟ با این همه دارایی. ما جنسیت بچه رو نمیدونستیم. نه، شما این که زحمت کشیدیم به وجود آوردیم خودش خیلی. اولش دو دل بودیم بدونیم یا ندونیم، بعد من فکر کردم که یه ذره خیال پردازی بد نیست. بعد دیدم نه، ببین تو وقتی که راجع به یک پدیده خیال پردازی میکنی دقیقا به مثابه اینه که هیچ وقت تو زمان حال نیست، همیشه میری به آینده. وقتی راجع به یک پدیده مثلا بچه خیال پردازی میکنی، بعد روبرو شدن با اون بچه واقعی برات سخت میشه. ببین همه اینا رو برای رمانکاوت هم تعریف بکن، خیلی کیف میکنه. ما انسان ها از هزاران سال پیش در برابر خلقت غافلگیر میشدیم. شما همین الان هم میتونی غافلگیر بشی. بابا رو برای بچه سوم ببر جنگل، یه از این شاخه هم بذار لای دندونش، این قدیما. بفرمایید پیش غذا حاضره. بفرمایید. کلود میشه بری برای من پیتزاها رو بیاری؟ بله چش. سب کنی من اول براتون یک توضیح کوتاه بدم بعد شروع کنی. چوچوکا، زالوک، فلافل، هوموس، هویج خوابیده در شکر که زیره داره، امیدوارم دوست داشته باشید. برای آنا یه بشقاب کنار بذاشتم، با خیال راحت شروع کنید. نه دیگه، اصلا خیالم راحت کرد. چرا ممکنه کم بیاد؟
چه خبره مگه بچهای ارکسترشون هم دعوت هم؟ نه بابا اگه دو برابر درست نکنه همش میترسه کم بیاد. خوبه من میرم خرید میکنم ولی این رنو اونم بعد بفروشی. اینقدر بچگیمون حساب کتاب میکردیم من الان دارم جبران میکنم. حالا همه فکر میکنم تو اردوگاه آشویتس بزرگ شدی. وای چه پسر نازی هستی که از مامانت دفاع میکنی. آفرین. خب برای اسم بچه فکری کردیم؟ فکر کردیم انتخاب کردیم. میشه ما بدونی؟ نه شما حدس میزنیم. خب شاید ترجیح میدیم منتظر آنا بشیم. مال اینجوری باعث میشه بیاد. امیدوارم هانری نخوای بذاری مثل بابا و بابا بزرگم. نه 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 این بهش میاد یه اسم معمولی انتخاب کنه مثلا پول. ببخشید من این جزو حواریونه. پول جزو حواریونه؟ جزو حواریون؟ نه خیلی جزو حواریون نیست. جزو اون دوازدتا نیست دوست من. آها وزنی این کت زخیره هاشونه. این زایی که دوست داره باید دنبالش بگریم مثلا دیگو. تمام نه خدمتکار مکزیکی دوست دارم دیگه. دیگو مارادونا. آها نه خب با کدوم شروع کنیم؟ با کلود یا با ونسان؟ اگه میخواییم دستاتونو بشوریم ما شراب ایشون. اگه میخواییم بخوریم با شراب دارم. چرا اگه کلودو اذیت میکنی تو ونسان؟ نه شما خیلی دوستش کردی و همین اندازه که گوش موسیقی داره بس شد دیگه. کریستوف؟ آنها معمولی؟ کمی؟ پسره. خب کمی هم اسم پسره هم اسم دختر. نه پسر من پسره پسر. لانسولو تاده سزار بازی ایگور هر روسی برتولومه بالتازار. یه راهنمایی بکن. با حرف اول شروع میشه. الکساندر. عالیه. عالیه با عینه. اینو میگم عالیه. آها آلبرت آرتور آنتونن آرتمیس آدریان آستریکس اوبلیکس کلوپاترا اوریلیو امریک. نه یه خورده مشهورتر. آنتوان. یه خورده خاصتر. آخناتون. آلفونس. آلفونس آلفونس فونس. خوبه نگفتم نزدیکتر میگفت اونس. حالا دیگه نگی یه دقیقه من برم مشویه رو بیارم. هیچی نگی تو منم بیارم. سخته. آشی؟ نگی سب کنی تو منم بیارم. باشه باشه باشه. آشی من پاشنه هست. انیسه؟ انیسه هم نیست. حابیه راه نمایی؟ چی؟ ادبیه. آرامیس. آرسن؟ ادبیه مشهوره. دارتانیان. آراگون؟ اون فامیله. بله. الکساندرم نیست. آتیلا. چه میدونم لوس؟ میگه منم اقلا بتونم. بگو دیگه خودت لوس نکن. وای چقدر شما خیلین. آدولف؟ اون اسخر بازی بذار کنار. اسم بچه چیه؟ آدول. میخوای اسم بچه تو بذاری آدول؟ بله آدول. میخوای اسم بچه تو بذاری آدول؟ آدولف بنجامین کانسان. آبی شوخی چیه؟ شوخی نه نه ادبیات فرانسه دو تا کاراکتر گنده داره. یکی تو سرخ و سیاهه. یکی هم آدولف بنجامین کانسان. ونسان مسخره بازی رو بذار کنار. تو میخوای اسم کوچیک هیتلر رو بذاری رو بچه؟ نه اون با اف تموم میشه. آدولف من با پی اچ. فرقش چیه؟ فرق اف با پی اچ فرق نه ما رو فکرم با سوادمون اینه. خب به گوش که یکی آدولف آدولف فرقش چیه؟ بله اگر نفر سومین باشه آدولف آدولف یک آدولف خواهد شد. از این ترجمه همزمان تشکر میکنم. توی داری معقول میگه انگار مثلا من خنگی ام. نمیفهمم. نه خنگی با من خنگی. نه تنها خنگی بی شعور ام اصلا نمیفهمی. اصلا بچه تو نمیتونی بذاری آدولف. حالا حالا چرا شما دعوا داری؟ اگه دوست داشتی برات توضیح میدم. دوست نداشتی شام میخوریم. پیه بفهم. ببین من اون موقعی که با آنا آشنا شدم کتاب اتفاقا آدولف بنجامین کنستان دستش بود. اون موقع من خودم همین کتاب رو داشتم میخوندم. اصلا بابا آشناییمون این کتاب بود. من متوجه شدم که جفتمونم عاشق آدولفیم.
تصمیم گرفتیم اگه بچه دار شدیم بچه‌مون دختر بود اسمشو بزنیم النا. این احمق واقعا در اسم بچه‌شو میذاره آدولف. تو کل زندگیش یه دونه کتاب خونده، اونم از مادرم یه دونه کتاب. اتفاقا این کتابو شما بهم دادی. ای از کی تا حالا کتابایی که بهت میدم میخونی تو؟ آشیل. مطمئنم که آشیله. نه بابا آشیل نیست. گفتی بسام؟ خیلی بی معرفتی. من ازت خواستم که منتظرم شی، خیلی کار بدی کردی که گفتی. نه عزیزم مسئله این. خب برای شما مسئله نیست، برای من هست. من دلم می‌خواست اسم بچه برادرم اول بشه. بچه برادر این من... برادر تو اصلا دیگه نمی‌خوام بشم اصلا. یعنی چی بازی ها بس؟ نخواستین منتظرم شین، حالا من نمی‌خوام. نمی‌خوای بدونی؟ من بهت میگم آدولف. چی؟ آدولف داره اسم بچه‌شو می‌ذاره آدولف کرواتی لارشه. نه دیگه. نه. نظر دوست شو؟ نه، کرواتی لارشه نداره. از این مسخره بازی ها بدم میاد، مثلا فامیل زن تو برداری بعد اسم بچه بیاری. یعنی به نظر تو گرولارش مسخره است؟ اسم بچه شو داره میذاره آدولف، بعد راجب مسخره بازی های من تو داد سخن میده آقا. بنده اسمم بنسان لارش هست، اصلا دلیلی نداره اسم بقیه رو اضافه بکنم. اون موقع بیایی دیگه اسم همه رو اضافه بکنیم، بعد یه دهه یه شناسنامه داریم امرا. واسه الان توی اسپانیا توی پرتغال هست. عزیزم عزیزم اسم بچه‌شو داره میذاره آدولف، به جهنم چی میخواد بذاره پشت سرش؟ تو چرا با من دعوا میکنی؟ به من چه؟ برادر داره اسم رهبر نازی‌ها رو میذاره رو بچه‌شو، وقت من دارم با تو دعوا میکنم؟ واقعا میخوای اسم پسرتو بذاری آدولف؟ برای چهلمین بار آدولف با پی اچ، گنده ترین قهرمان رمانتیک ادبیات فرانسه قرن 19 و گنده ترین جنایتکار همه قرنها. ببخشید این آدولف ادبیات قبل اون آدولف به دنیا اومده، ولی این آدولف شما که بعد از اون آدولف به دنیا اومده. آه نگاه کن، از همین الان حتما داره تو شکم مامان سلام نازی‌ها رو تمرین می‌کنه. هایل هیتلر. وایسا تو فکر می‌کنی مثلا آدولف چون اسمش آدولف بوده آدولف شده؟ میشه تکرار کنی یه بار؟ چی؟ میام فهم میکنی آدولف چون اسمش آدولف بوده آدولف شده؟ چون بهتر غذا بکنم. نه بایستو مثلا هنگ کردن اینه. ببینید آدولف چون اسمش آدولف بوده ظالم شده. خب میتونست هر مزخرف دیگه ای باشه. چه میدونم مثلا پیر ما بهش میگفتیم پیر هیتلر. فعلا که سلیقه پدر مادرش به مزخرفی سلیقه تو بود، اسمش گذاشتن آدولف، پیر نذاشتن. ولی ببخشید آدولف با پی اچ مسئول کاره، آدولف با اف نیست. کاراش قتل میلیون ها انسان. دوچرخه ندازیده اینو بفهم. یه پسر من دوچرخه دازیده، به چه زبونی باید به شما دیده؟ آلمانی. داد نزنیم، وقت داد نزنیم، بچه ها رو بیدار میکنیم. من میرم بقیه غذا رو بیارم، وقتی هم برگشتم راجبه یه چیز دیگه حرف میزنیم. به این مشوه لبم نزدیم، مشوه باش. به این بنسام، ایشون منظورش اینه که شما وقتی میذاری آدولف چه با پی اچ چه با اف، هر کی بشنوه یاد کتاب بنجامین کنستان میافته، هیچ کس یاد کتاب نبرد من هیتلر نمیافته. بله بله، این آدولف زده پدر اون آدولف رو در آورده. آها، از نظر همه برای شما مهمه. معلومه. حتی اگه اشتباه بکنم؟ بابا این دیگه اشتباه بردار نیست، درسته، ردخور نداره، علاوز اخلاقی هم درسته. آبیا بیا. نه 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 میگه تنها به گونه این رفتار کن که بتوانی مثال رفتار خود را به قانونی جهان شمول تبدیل کنی. کانت. ببخشید من اگه قبول نداشته باشم چی؟ تو بنجامین کنستان خوندی، کانت بخون، مبانی متافیزیک اخلاق، ببین چقدر درسته. ایشون بنده رو مجاز میکنه اسم بچه هم رو پتومت بذارم، آدولف نذارم. اونا که نصف اروپا رو قتل عام نکردن، اینو بفهم. بیا به جرم اسمای هم‌آوا منو بنداز زندان. بیا اسمای هم‌آوا این اسم نیست، این اسم نیست، این تقدیر از جنایت فاشیستیه. اصلا مردم نمیذارن یه همچین اسمی بذاری رو بچت. آه پس به نظر شما مثلا اسمای مجاز و غیر مجاز وجود معلومه؟ بله بیا باشه به حال خودش آه بیا نه نه آدولف نمیذاریم خب؟ هست بیل نکردیم؟ نه داریم اسم جدید انتخاب میکنیم. جوزف. جوزف چطوره؟ جوزف هم اصیل هم قشنگ. نه نمیشه. چرا؟ جوزف نمی... جوزف استالین. آره؟ بارا بابا. آره دیگه منطقه تو همینه دیگه، نمیشه. ببخشیم ببین بنیتو نمیشه. چرا؟ موسولینی.
آگوستو نمیشه، پینوشه، پل نمیشه. پل چرا؟ پل پوت؟ پل پوت رهبر خبرهای سرخ بابا، کامبوج. کامبوج هم جزء قاعده ما هست یا نه؟ پیه ها؟ بابا متاسفم، اسم گربت باید عوض کنم. اسم گربه من پلوه، نه پل. پل پلوه دیگه، فرقی نداره که من مثلا مجازم اسم بچه هم بزنم آدولفو. نه ببینم پیه، تعداد کشته های که مثلا نیستن ها، چون مثلا اینجا جک سلاخ، این فاحشه کش قرن 19 هم ها، و تروریست ها هستن. مثلا نگاه کن، بن لادن، صدام، ناپلون. خب متاسفم بابا، برای گربه شما و بچه من هیچ اسم مجازی وجود نداره. چرا؟ البته فکر می‌کنم مثلا تو فوتبالیست‌ها راول بد نیست، ولی شما چون گربه‌تون جلوتر به دنیا آمده، حق انتخاب با شماست. دنسا، پسر توه، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. نمیتونه. میتونه، پدرشه، میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه، پدرشه. ببین دوست من، خودتو به خریت نزن. این که داری اسم بچه تو میذاری آدولف، در خوشبینانه ترین حالت از عدم آگاهی شماست. در بدترین حالت اینه که میخوای بقیه رو برنجونی، یا اینه یا اونه. خیلی خوب، من میتونم قبول کنم تو اولش نمیدونستی، ولی بعد از صحبتایی که کردیم الان میدونی دیگه. یک عمل عمدی و ارادیه، دقیقاً اینه. اینه که لباس نازیه رو بپوشی بری وسط خیابون، استدلالت هم این باشه که از لباس بالماسک خوشت میاد. پس دوست من، اگر میخوای اسم بچه تو بذاری آدولف، این یک عمل عقیدتی فاشیستی کثیفه. بس تمام، شام بخور. بله اصلا پذیرفتم من دیگه اسم بچه‌م آدولف نمیذارم. باری کله که اصلا یه دنده نیستی ونسان، آفرین. من میرم بقیه غذا رو بیارم، وقتی هم برگشتم به کلو توضیح میدم که چرا نباید بره مارسی بمونه. تو کدوم شهر داری میری؟ راستی سب کنیم که منم بیا. باش 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 مارسی ها مارسی. بله نه اصلا متقاعد شدم کامل. این یه عمل خصوصیه، تبدیل به یه عمل عمومی میشه دیگه. همه بابا همه چی ظواهره دیگه، همه چی سیاسیه. منم دارم سعی میکنم همینو به تو بفهمونم. نه اصلا دیگه کاملا فهمیدم که اسم بچه هم میذارم آدولف با اف. این لباس بالماس که کار خودشو کرد، نه یاده کی افتادم؟ چارلی چاپلین با اون سیبیلش که اتفاقا از هیتلر کش رفته. کدوم هنرمندی ضد فاشیست‌تر از این آدم سراغ دارین شما؟ حالا ممکنه مثلا عده قلیل احمق تصور بکنن که داره تقدیر میکنه، ولی نه، چیکار داره میکنه؟ افشاگری میکنه. نه اصلا کاملا دیگه فهمیدم، میزم آدولف با اف. دیگه افتادی به مزرفگویی دوست من. ببخشید من که به خاطر ترسو بودن که نظرم رو عوض نمی کنم. مثل اون سرباشینیه بود رفت تو اون میدون جلوی تانک ها، میرم بایی میشم جلوی هیتلر بهش میگم ببین تو اسم شهرهای ما رو از ما دزدیدی، ولی اسمامون رو نمیتونی بدزدی، میراث ادبیمون رو. ولی بعضیا با حماقت خودشون دارن کاری میکنن که ازش بوت میسازن، ازت دارن اسطوره میسازن. من دارم از هیتلر بوت میسازم. بله، من بله، دارم از هیتلر بوت میسازم. بله ببخشید، مثلا الان پیکاسو اگه اسم بچه‌شو میذاشت آدولف، احتمالا یه بیانیه گنده بود برای صلح. اجازه بده گوئرنیک، اجازه بده. این دیگه سفسطه روشنفکری. پیکاسو اسم بچه‌شو آدولف نذاشت، فرانکو هم نذاشت. میدونی برای چی؟ برای اینکه حاضر بود بره زیر چرخ تانک تا اسم یکی از این کسافت ها رو بذاره رو بچه‌اش. تو اینو از من داشته باش. خب تو به خریت نزن دیگه. ببین تو بنده رو متقاعد کردی، بپذیر که مجاب شدی. این تصور بکن یه زن بیریخت از این مثلا مدل سخنگوهای حزب چپ، از اینا که اتفاقا نیشونم بهش رأی میده، یه زن بدقواره زشت بیریخ با موهای چپ، مثلا اسمش چی باشه خوبه؟ مرلین. خاطره ما رو از این اسطوره زیبای سینما خراب میکنه. آدم فرشی من قطعا آدم خوبی میشه و این با منطق شما جور در نمیاد. چرا؟
چون انحصار اسم از هیتلر میگیره. از اون جایگاهی که اتفاقا تو قرار شدی قشنگ میکشتش پایین. اینقدر داری دریوری میگی اصلا نمیدونم چی جواب تو بدم. خورد تو بیشتر از همه از کی متنفری؟ من هیتلر؟ حالا یه آدم زنده بگو. واقعا کسی نیست که ازش متنفر باشم اینطوری. نه حالا فکر کن یه خورده، تلاش کن. دالائی لاما که نیستی؟ نمیشناسیش، مدیر جدید رادیو فرانسه است. آفرین، میبینی؟ پس آدمی وجود داره که شما تنفر داشته باشی. واقعا آشغال. آره فقط همین جوری ادامه بده، خب؟ تبدیل به یه آدم معمولی میشی. اسمش چیه؟ فرانسوا شوکار. فرانسوا شوکار. فرانسوا شوکار. فرانسوا، شما رو یاد فرانسوای قدیس یا مثلا فرانسوا تروفو یا فرانسوا میتران میندازه؟ نه تروفو. کلود تو دیگه پیشو نگیر. ببین یه آدم مزخرف باعث میشه که خاطره یک شاه، یک رئیس جمهور و یک نویسنده بزرگ از ذهنمون پاک بشه. پس آدولف لارشه منم میتونه هیتلر رو خلعیت کنه. زنده باد آدولف با اف، مرگ بر آدولف با پی اچ. باز شروع شد. بیا بیا آدولف یه نبرد دیگرم برد. چی شد پی اچ؟ چه میدونم عزیزم، میخواستی باشی دیگه. خب چیکار کنم که دارم ترتیب شما میدم؟ نه آخه هر دو دقیقه بالا میشی میری. آخه همه چیز به عهده منه توی خونه، کارهای بچه‌ها به عهده منه، کارهای بیرون به عهده منه، کارهای خونه به عهده منه. بعدم که یه سوال میکنم اینجوری به من جواب میدی. منظوری نداشت. چرا همینو گفتی؟ بابا آشپزخونه رو ول کن، بلند شو بیا اینجا. ما دوست داریم تو پیش ما باشی. منم دوست دارم غذا رو تا گرمه بکشم. واه. می‌بینی رفتار عاشقانه رو جلو ما؟ حالا میرن اونجا ترتیبش رو میده، حلق‌آویزش میکنه. تو چرا بیل نمی‌کنی؟ چیو؟ من واقعا باورم شده. چیو؟ آدولف رو دیگه. باید باورت هم بشه، من خیلی جدیم. بخوای بذاری آدولف. آدولف؟ با اف؟ کسی؟ لو نمیدی یا؟ لود نمیدم، دروغ هم نمیگه. میترسی ببازی؟ نه دیگه، بیمزه است دیگه. نگاه کن اینا رو به جونم انداختی. وای سویسی کسالتبار. حتی آدولف هم بیطرفی ما رو پذیر. آره حالا یک هیچ به نفع شما. خب اسمش چیه؟ حدس بزن. هاندی. ای؟ اسم بابات. بله با بزرگت. بله خیلی خوب، فرانسواز خوشحال میشه. بله ببین سر به سر بابا نزار، کلی زحمت کشید. مرگوش برو مرگوش. اما همین بچه ها خوابن، زنگ نزد، سوت زد، یه ملوکه ترد کردم و شکم حامله داره میاد. بیاین شام بخوریم، حالا هم سر این چیزا که دعوا نمی‌کنه. خب کلود از مارسی. ها ببخشید بابا یه لحظه. کلود آدم سر چه چیزی باید دعوا بکنه؟ خواهش می‌کنم دوباره شروع نکن. نه یه سوال دارم ازش می‌کنم عزیزم، به این سوال که می‌تونی جواب بده. چه چیزی برای تو جالبه که میشه سرش بحث کرد، دعوا کرد؟ چیه؟ چرا می‌خندی؟ تو این موضوع انتخاب کن. پیر چه ضرورت داره مولا هر شب دعوا کنیم ها؟ آره نه من ضروری نیست، ولی تو سوال منو جواب نده. من یه سوال ازت کردم. خب تو اصلا یه موضوع انتخاب کن، من اون میان بگیم. چیه؟ از قرار مثل این موضوع فاشیست حوصله شما رو سر میبره. نه پیر ببین، فاشیست حوصله منو سر نمیبره، ولی شما که در مورد فاشیست حرف نمیزنی. پس راجع به چی داشتی حرف میزدی؟ تو این هداشو در میاری. امشب راجع به فاشیسم، دیشب حقوق بشر بوده، پس فردا حق اعتصاب کارگراست. هر شب یه موضوعی رو میندازیم وسط، خودتون بدون هم میافتید. من هیچ وقت نمیتونم اسم بچه‌مو بذارم آدولف. تو این کارو نمی‌کنی، ولی در نهایت حرفای خودتون قبول ندارین و به نظرم یکم بامزه است، ولی منو وارد نکن. بامزه ای ما. ما با مزه ای. واقعا با مزه ای. نه بنسان، بنسان که عقلمون به این چیزا قد نمیده. ایشون ورای این حرف هاست. نه پیر، اگه من اینطوری صحبت کنم معنی نیست که ورای این حرف هم یا خودم میخوام بکشم. وای نگاه کن شیر جیان بیدار شد. ای شیر جیان، نمیخوای از بالای کوه بیای پایین بشه؟ آره، 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 از بادت بیا بیرون. بیا
ارسطو. اون استعاره کار مال افلاطونه. نه ارسطو هم تو بود نیومد. نه ارسطو شانس آوردی جفتشون مال یه دوره. من فیلسوفا مال یه دوره نیستم همه. بابا سوال امتحان نهایی فلسفه‌مون بود. خب شما نفهمیدی من چرا چهار گرفتم؟ همون حقت هم بیشتر از چهار نبود. نصیحت بزن دیروز کیا دیدم؟ ساعت 6 کافه بوبور. او؟ تو کافه بوبور میری؟ کافه بوبور هم؟ ای شیطون اونم تو کافه بوبور. اونم تو کافه بوبور. اگه حدس بزنیم چی هاییده اون میشه به جز بین عبدی از این چرت و پرتا؟ یه شامپاین علا. شامپاین علا بله؟ اصلا؟ آنتوان فلامدون. آره؟ چجوری هست؟ آره دیگه به قیافت میاد ببین شبیه کسی هستی که میرم میشم با آنتوان فلامدون تو کافه بوبور. کافه بوبور یه قهوه ای حاله دیگه مثلا مدل لباسه رنگی هم میپوشین جفتتون نه؟ راست میگه دیگه قره من شما رو تو رو بهش دادم. آره آره دیگه به هم میاییم بچه بله عزیزم معلومه که منتظرشون میمونید کجایی؟ تاریخ نورد اوسرلیز به قلعه پیر خوش آمدید. رسید. عزیزم دکترش گفته باید بذارین گریه کنیم. عزیزم دکترش گفته پدر بچه‌م باید بیشتر حضور داشته. عزیزم الان مجبوریم راجع به این مسئله بحث کنیم؟ من مجبورم هر دو دقیقه یه بار از جام پاشم. خیلی خوب، خیلی خوب، دفعه بعد من میرم. آنتومان فلامدون بکشم. این کافه بوبور شامشو خورده. خیلی دیر تریا. خواهی بکنم ببخشید دیر شد. مرسی. آره. خیلی. مرسی. سلام. سلام. خیلی ممنون منتظرم موندیم. نه ما خانواده جا دمایی با تربیتی هست. آره مخصوصا تو. چطوری پیر؟ خوبه. باریکلا باریکلا چه هیکلی یه خودم چاق نشد. داری به من تنه میزنی؟ نه نه به من نگاه کن. خب حال احوال چطوره؟ خوبم. داریم کسواک مانکنا رو آماده میکنیم. سرم خیلی شلوغه. چقدر طول میکشه؟ تا آخر این فصل. بعد دوباره تابستون کلکسیون زمستون رو آماده میکنیم. البته این تابستون باید دور من رو ختم کنیم. من هیچ وقت نفهمیدم چرا این کلکسیون لباسای زمستونی رو میذارن تابستون برگزار میکنن بعد تابستونی ها رو زمستون. خب برای اینکه همیشه یه فصل زودتر آماده میکنم. همه که وسط تابستون مخمل کبریتی نمیپوشن. چه گلای خوشگلی. کی میاد زمستون لباس آبتنی بخره؟ نخیر. سوال درست اینه که کی هنوز اصطلاح لباس آبتنی رو استفاده میکنه؟ چی میگه؟ مایو. حتی اگه پاچه دار نباشه. نه، ایشون که سلش تنگه. تنگه تنگ. من ده. واره من تنگ میپوشم درسته ولی بدی نداره. ببخشید ما شما رو هیچ وقت با شورت ماماندوز دیدین؟ منم ندیدم نه. دوستان با لباس ارکست که نمیتونم از اینا بپوشم که مجبورم. آه این پس تنگی تنبون به خاطر ترمبونه. شوهرم چون با مزه شده امشب. این به خاطر مزه های خواهرمه. بیا بشینم نه بیا بشین غذا بابا جان من که نمیتونم این همه بخورم. یعنی چی باید جون بگیری؟ حالا دیگه دو نفری. بله چه نفر دومی هم. پیر خواهش میکنم دوباره شروع نکن. چی شده؟ هیچی. این بچه ها از اسم پسرمون خوششون نیومده. ونسان مگه بهشون گفتی؟ بله نتونست جلو خودشو بگیره چون خیلی بهش افتخار میکرد. خوشتون نیمه؟ نه 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 یعنی غافلگیر شدیم. نه غافلگیر منم غافلگیر شدم. من؟ چرا غافلگیر شدم؟ من نه ببخشید آنو واقعا ببخشید من بیشتر بدم اومد تو اینکه غافلگیر بشم. ما فکر کردیم یاداوریش خوشحالتون میکنه. یاداوریش؟
یاداوریش. دقیقاً از یاداوریش بعدمون اومد. من فکر کنم دارین از دو چیز مختلف حرف می‌زنید. نه آنا میدونه من چی دارم میگم. آره میدونم، ولی چیزی که متعجبم میکنه این واکنشته. میدونی چی منو متعجب میکنه؟ اینکه تو یه همچین کاری میکنی. از این بعید نیست، این دلغه که من اینو میشناسم، ولی تو باورم نمیشه. پیشنهاد من. بله. بله پیشنهادی شد. تو میدونی ما راجع به کی داریم حرف میزنیم؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ من چه میدونم؟ من که هیچ وقت ندیدمش. من چه میدونم؟ من که هیچ وقت ندیدمش. خودش میفهمه چی داره میگه. خودش؟ این چه طرز حرف زدنه؟ تو اگه میخوای چیزی بگی به خودم بگو. پس بعد بگم کاملا دیوانه دکتر. بچه ها بس کنه دیگه. بس نه یه لحظه. اجازه بده اجازه بده. وقتی یه همچین اسمی انتخاب میکنی یه همچین مسائلی پیش میاد. من اصلا نمیفهمم به این چه ربطی داره. تو کی هستی که با من اینطوری حرف میزنی؟ نه آنا خواهش میکنم، منظور پیرینه. نه خیلی معلم زبان فرانسه از خوب میدونه چی. دقیقاً من مفهوم کلمات و تاثیرشون رو خیلی خوب میفهمم. دهنتو ببند. گوش بدید. من هر اسمی دلم بخواد تو پسرم میذارم. اتفاقا نمیتونی. تو خیلی ببخشید، کسی که اسم بچه‌هاشو میذاره آپولن و میرتی لازم نیست به من درس بده. سینگ لحظه دوستان خواهش میکنم. خانم آقایون. خانم ها آقایون، توجه. همه شوخی بود. ولی دیگه شوخی بود. اینا شوخی بود. احمقانه حالا بامزه بود دیگه. نه. من به بچه ها گفتم که میخوام اسم پسرمونو بذاریم آدولف. ایشون بهش برخورد. نه آدولف نیست. هنریه. این بابا، این بابا بزرگ. ها؟ منظورم آنها از یادآوری همین بود. پس بگیم دیگه پاشید. پاشید هم دیگه رو ببوسید. بیاییم ببین چه شام مفصل. بیا. خب گفتم که آلا احمد خودم فهمیده احمدانه بود. یه ذره بیشتر. خب عذرخواهی کردم دیگه. آره من احمدم. خوبه؟ خیلی خوب حالا. احمدم عذرخواهی کردم. ببخشید. پیر من معذرت میخوام، ببخشید دوستان، ببخشید. ای بابا میان زدی. کلوب پشو دیگه نصف واسه یه چیزی بزن دیگه. کسی چایی نره میخواد؟ من میخورم. پیر تو؟ تو هیچی بهش نمیگی نه؟ طبق معمول ازش میگذری. از چی میگذرم؟ تو متوجه نشدی همه این بازیاش برای این بود که به من و تو بفهمونه اسم بچه همون چقدر مسخره است. دیوانه. من اومدم از اینجا داشتم رد میشدم، چشم افتاد به آدولف. کو؟ اه؟ تو اون کتاب خونه کتاب برادران کارامازوف هم بود، چرا دیمیتری و ایوان انتخاب نکردی؟ قبول بکن که اونا مسخره نیستن. آه نیست که از خنده داریم همه ما رودوار میشیم. پیر معذرت خواهی کرد دیگه، تموم شد رفت. ونسان بله، ولی آنا هنوز نه. آنا تو راحت باش، من همون دختر دیوونه. نه آنا خواهش میکنم. ببین اصلا کسی نگفت اسم بچه‌تون مسخره است. آره ولی گفت کسی که اسم بچه‌هاشو آپولن و میرتی میذاره حق نداره بهش درس اسم بذاری. این جمله معنیش چیه؟ معنیش اینه که این اندازه بزرگ شده که خودش تصمیم میگیره مثلا چه اسمی. اینو که فهمیدم. آخرش برام سواله. تو الان چی میخوای بهت بگم؟ هیچی بنسا، منظورش برای من روشنه. میخواد بدون نظر من واقعا در مورد اسم بچه هست. دقیقا. آره؟ آره؟ دقیقا. به نظرش اسم خوبی هم. اسم خوبی هم؟ آره؟ آپولونو. دله آپولونو میگی که خوش نازم. نازم. از خودم سوال میکردم این کارو میکنی یا نه و دیدم کردی. چه کاری؟ ادا درآوردی؟ مزخرف. چرا دیگه همین ادایی که میخواد بگه هر چی میخوای بگی بگو چون محلت میکنه. تو این ادا رو داری ونسان. نه تو از دست من دلخوری به خاطر اینکه دستت نیست. باش مزخرف داری میگی. باش.
اسلام با ژاپنیا چطور شد؟ با کره‌ای قرار داشتم اشقم. او اشقم با کره‌ای چطور شد؟ برای چی میپرسی؟ مگه برات جالبه؟ چرا جالب نیست؟ نمیدونستم. آخه معمولا سوال نمیکنه. نه این که هر وقت هم سوال میکنم شما خیلی درست دارید جواب میدید. معلومه که برام جالبه. حالا که برات اینقدر جالبه بگو ببینم اسم شریکم چیه؟ همین مردک دیگه چیز همین که باش دعوا کردی دیگه میدونی که کیو میاد؟ من میدونم. منم میدونم نباش تو اصلا اینا که زبونمه چی؟ در آوردی چی؟ همون ادان در آوردی هم یه لحظه باشتا یا چیکار کردم من؟ چیکار کردی؟ نو که زبونم بابا من این کارو کردم نه تو کار نکردی ولی راست میگه پیر تو یه ادایی داری یه ادایی خیلی کوچولو خیلی نامحسوسه دقیقاً ببخشید این ادایی نامحسوس چه شکلیه؟ یکی همینجوری دقیقاً ببین اگه خوشحالتون میکنه اون رو یه همچنان بیدارم آره اگه خوشحالتون میکنه من یه همچنان بیدارم بگیم اتصال بگیم چرا بگید حالا بر میخوری من اصلا خودت پرسیدی منم گفتم خط همه تون امشب یه جوری هستی دسه میام کمک تو این چاست نمیخواستی بازی تلفن چرا بابا نمیزم پس به نظر شما اسم بچه های من مسخره است نه آپولان و میرتی مسخره است دیگه بل کن دیگه آبا دیگه بل کن یعنی چی؟ به خودتو به خریت نزن دیگه این اصلا اسمای معمولی نیست آپولان و میرتی معمولی نیست دختر من خواهرزادت دختر خوندت اسمش مسخره است معمولی نیست غیر عادیه ببخشید آقای ونسان لارشه میشه شما توضیح بفرمایید اسم عادی یعنی چی؟ بازی بفرمون یعنی معمولی نخواس نخواس؟ خواس نه خواس نه؟ من اسم خواس رو به غیر عادی ترجیح میدم داری الان با کلمات بازی میکنم از سر شب داری با کلمات بازی میکنیم دوست من یه سوال از شما دارم من آدولف به نظر شما خاص یا عادی؟ اسمی که وجود داره یعنی چی وجود داره؟ خب آپولون و میرتی هم وجود داره چون وجود داره گذاشتم روشون آپولون و میرتی آپولون نه آپولون بابا آدم قاطی میکنه دیگه مسخرن نه؟ مسخرن؟ نه این مسخره نیست وایسا بیکارای تو مسخره است این که فامیل زن تو برمیداری میاری بعد اسم بچت میذاری مسخره است این که این همه اسم وجود داره بعد این وسط یه آپولون و میرتی و مسخره هستش دیگه یه تابلو هم دستتون بگیریم نگاه کنید، توجه بکنید به ما، ببینید چقدر ما آدم های خاصی هستیم ما یه خانواده چپیم که حتی تلویزیون هم نگاه نمی کنیم اینو مسخره هستیم مسخره هستیم مسلماً این هانری لارشه شما با اون ماشین شاسی بلند و مجله فیگارو و تلویزیون LEDش مسخره نیست خیلی تو چشه مهم نیست برای تو مهم نیست نه اتفاقا ببین تو خیلی برات مهمه از بیرون چه شکلی دیده بشی من مهم نیست برات من برام مهمه و تو برات مهم نیست
ببین رسما این خنده‌دارترین چیزی بود که امشب تو گفت. آره آره داری نمی‌میریم اصلا. من که دارم می‌میرم. عجیبه. مرسی. عجیبه که تو داری اینو به من میگی. تو خودت جرسومه خودخواهی هستی دوست من. اسانس خودخواهی هستی تو. خودخواهم. تو خودخواه. نه تو خودخواه نیستی. تو خودخواه نیستی. تو خود خودخواهی. ببین من ممکنه 7-8 تا عیب داشته باشم ولی خودخواه نیستم. شکست نفسی می‌کنی ونسون 7-8 تا؟ اتفاقا به نظر من ونسون خیلی هم مهربونه. بیا. خیلی. بیا. ببین بابا این بچه اینو میگه. برای اینکه خودخواهی شما بسیار دقیق پنهان شده. عیان نیست که هر کسی متوجه بشه. خیلی ممنونم من نمی‌فهمم. اجازه بده، اجازه بده. ونسون خیلی نیست. ونسون خیلی نیست خودخواهیشو مثل نشان افتخار بزنه اینجاش. قایمش میکنه مثل آستر کت. اینجوری نیست که وقتی نگاش میکنه بگی عجب آدم عوضی خودخواهیه. ولی خودخواهی هست، حضور داره. میفهمی ونسا؟ نه نمیفهمم. زن شما تو یه جایگاهی قرار دارین که من اصلا حرفای شما رو نمیفهمی. میفهمی؟ میفهمی؟ خوبم میفهمی؟ ببخشید. خوبم میفهمی چی میگم؟ خیلی هم باهوش‌تر از اون چیزی هستی که نشون میدی. چه عجب. بالاخره حداقل ما باهوش شدیم. بعد ببخشید آقای پیر. شما از کی فهمیدین که بنده خودخواهم؟ خواهش می‌کنم. نه، خواهش می‌کنم اجازه بده. اتفاقاً برای هممون جالب بدونیم نه؟ نه. خب برای خود من که جالبه. از کی فهمیدی خودخواهم؟ یه چیزی بگو. از کی فهمیدی خودخواهم؟ مرسی. خیلی ممنونم ازت. بیبیش یه سگی داشت به اسم موکا. بیبیش خواهر باباش به آتیس قد بلند موتر. آره. خوشگل بود. یه چیز کثافت زشت بوگندوی موفرفری بود که این خانم فهم کرد این سگ بچه‌ش. راست میگه بهش عطر میزد ماشش میگه حال آدم. یه روز بعد از اون تابستون همه بزرگترا رفته بودن خوابیده بودن. من و ونسان و سرم و حسابی سر رفته بود. چند سالتون بود؟ 11-12 فکر. 13. آو آو حافظش را افتاد. آره. یه مرداب اون برا بود که من و ونسان معمولا میرفتیم قدم می... آره میرفتیم قدم میزدیم سنگ اون روز داشتیم سنگ پرت میکردیم سمت نیلوفرها یهو این موکا اومد خودشو مالون به پای من. راست میگه برای اینکه پیر اصلا سگی نیست خیلی گربه. من یه فکری زد به سرم گفتم ونسان بیا این سگه رو بندازیم تو آب. آخه میترسید موکا از آب این گربه. آره این گربه. گفتم که بیا این سگه رو بندازیم تو آب ولی آقا پایه نبود. به نظرش خیلی مسخره می اومد اینجا. و همین الان هم فکر کنم مسخره است. واقعا مسخره است. حتی یه لحظه هم فکر نکردم. یه لگد به سگه، سگه رفت تو آب. ایفو؟ بعدم غرق شد. تو موقع رو کشتی؟ بفرمایید. من انسان از ترس خوش که اون زده بود. سگه رفت زیر آب دیگه هم نیومد بالا چون شنا بلد نبود. این که خیلی وحشتناک. این وحشتناک نیست، این فقط احمقانه است. چیزی که وحشتناکه میدونی چیه؟ اینی که آقا خودشو جای من لو داد. ببخشید دیگه ما تخت شما رو نجات دادم. میبینی چه جوریه؟ میبینی؟ تو 13 سالگیش هم همینجوری بود. بهم کلک زد. من فکر کردم از سر دوستی همچین کاری کرده ولی نه دقیقا از سر خودخواهی بود. جایگاه قاتل بودن منو از من گرفت. برای چی؟ برای که میخواست افسانه‌شو بسازه. من اون سگ بدبخت رو کشته بودم. اون وقت اون رفت به بیبیش گفت بیبیش من سگ تو کشتم. من اصلا باورم نمیشه اصلا. بازم تو دونکی شد بودی من سانشو. ببخش سانشو شما فراموش کردین که بنده چقدر اردنگی خوردم؟ نه فراموش نکردیم. هیچ کس فراموش نکرده. ونسون تو اصلا هدف تیم بود. میخواستی تو خاطره ها بمونی. دقیقا این آدولف. چرا؟ تو قله خودخواهی هستی. چرا؟ چون نخواستم در کونیا رو قسمت کنم با شما؟ بیا خودستا، خودشیفته، خودمحور، منفعت طلب کسی که به فکر منفعت خیش هست، کسی که جز منفعت خیش هیچ نمیشناسد. تو معنی دقیق خودخواه هستی بنسون. خیر رو باز کردیم خواهان. برو رو خسین. خسین؟ خسین. خسین بر چی؟ خسیس. تو مال من رو گفتی من مال تو رو میگم. خسیس؟ خسیسی دیگه. همین فقط به ذهنت میرسه. اولین چیزیه که به ذهنت میرسه. خیلی خوب. یک به یک بازی مساوی. حالا یه اعلام تنفس. ره بچه عالی بیاین بشینیم. تو تنیس مساوی وجود نداره خانم. چی؟ عرض کردم تو تنیس مساوی وجود نداره.
این چقدر میفته رو اون دندش اعصاب خرد کن میشه. من در مورد زبان فرانسه از این اعصاب خرد کنترم هستم. ها بله ببخشید. من فراموش کرده بودم که تو درک خاصی از کلمات داری. آدم عوض نمیشه. ببین پیر من فقط سعی کردم جو آروم کنم. حالا اگه تو اصرار داری دوباره شروع کنی و شب هممون رو خراب کنی بفرما. خسیس کن. پیر اصلا خسیس نیست اتفاقا بس کنیم. خسیس؟ گدا کنس. اصلا ما پول مشکل داره ایشون. حالا تو شدی دست و دل باز ما شدیم کنس. برای اینکه یه دونه آیپد گرفتی واسه تولد 4 سالگی میرتی تو دست و دل بازی. ببخشین دوست من، من پول شما رو ندارم. ببخشین که اگه پول منم داشتی باز دو تا تیکه چوب میگرفتی میداختی جلو من. بی شعور، اون دو تا تیکه چوب بازی دومینو، یه بازی فکری، اینو بفهم. ببین 10 برابر منم پول داشتی با دو تا تیکه چوب میگرفتی مینداختی جلوی بچه. بله بله، برای اینکه مخالف خراب کردن بچه هامون. ببین گوش کن، نگاه کن، اصلا دیدی چقدر واقعا با پول مشکل داره؟ یه کیف داره، یه کیف کوچولو. چجوری میگیره اینو دستش؟ انگار اسرار نظامی جهان رو داره هم. بعد میخواد یه سکه از توش در بیاره. اولا میره تو چاه، دار سکه رو میگیره، چنان به سختی میاره بیرون انگار مثلا میخواد میخ از دیوار بکشه. کنسی دیگه، کنسی. این کنس از اینکه شما رو به شام دعوت کرده سیاه خورسنده. زنت دعوت کرد، تو دعوت نکردی. به هر حال پیر اصلا کنس نیست. پیر خیلی چیه؟ خیلی چی؟ ها؟ کلو تو هم با اینایی به نظرت من کنسم؟ بگو. من اصلا حرفی زدم پیر. نه بگو چیه؟ خیلی خیلی مراقب. دقیقاً مراقب. ببین این کلمه از دهن این یعنی پیر جون شما ته خصاصتی. نه 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 اصلا من چه بابا مراقبی مختصده مختصد. نه اصلا تو یه همچین حرفی نزدی ولی همچین فکری میکنی. نه اشکالی نداره، اشکالی نداره. من خیلی خوشحالم، من خیلی خوشحالم که به دلیل وجود من شما دوتا به یک تفاهم رسیدید. به چه صداقتی، چه صمیمیتی موج میذاره بینید. فقط کلودوی عزیز من یه سوالی ازت دارم. آیا ونسان این دوست صمیمی به تو گفته که چه اسمی رود گذاشته؟ کیه؟ واقعا که از سر شب مهمونی رو کردم مال خودشون. اصلا انگار نه انگار که این بحث مزخرفتون برای ما جالبه. اصلا هم جایی اصلا هیچ کدومتون راجع به شام بخش مزه تابون حرف زدید؟ نه ازدیم نه ازدیم که؟ تو آشپزخونه جون خودتون ونسان اسمان چی؟ خواهش میکنم تو تو شروع نکن. نه دلم میخواد بدونم. نه دلت نمیخواد بدونم. مگه چی میشه؟ دقیقا مگه چی میشه؟ ونسان بگو تو چرا به ما اعتماد نمیکنی؟ این دوتا احمق ارزشی تو رو ندارن. نه بگو ونسان. ونسان اجازه نمیدی. آخه اجازه نمیدی، دارم خواب میبینم. مگه چی میشه میگه میخندی؟ نه نه و اجازه ونسان بگو. ایوا آفرین آفرین پیر واقعا که چی ایوا؟ ایوا یعنی چی؟ بهت میگه ایوا. خب یعنی چی؟ خود رو فریاد نزن دیگه. ایوا یعنی ایوا خواهر. ولی برای ما اصلا مهم نیست. ما تو رو همینطوری که هستی خیلی دوست داریم. ایوا خواهر یعنی؟ ولی تو فکر میکنی من گیم؟ نه گیم نه، ایوا. ببین کلو باور کن از زمانی که من ماجرای مکار رو اعتراف کردم احساس میکنم سبکترم. تو هم اعتراف کن. متاسفم برای تو، ولی اونی که اصلا خیال میکنی من نیستم. میتونی به ما بگی؟ نه زندگی خودش به خودش مربوطه. نه اعتراف داره نه خجالت داره. وقتی نیستم نمیتونم بگم که هست. آخه نمیشه که. ببین تو الان 38 سالته، مجرد نوازنده ای، تو محله مره زندگی. بعد لباس رنگی میپوشی. الان کدوم مرد لباس رنگی میپوشه؟ شیرنی میپزی، مانیکور میکنی، عود روشن میکنی. عود نیست، کاغذ خوشبوکنی. هرچی معطره. معطره گیم. آدمی که گوشت نمیخوره بهش چی میگن؟ گیاهخوار. و ایرادی نداره، ولی واقعیتیه. <تص->
خیلی حقیقید. واقعا حقیرید. آخه این چه طرز فکریه؟ من چون لباسای رنگی میپوشم گیم؟ من چون خونم بوی گن نمیده گیم؟ تازه من کریگرانت و ویسکونتی هم دوستم، اینم بذارید. ما اصلا قصدمون قضاوت کردنت نبود. معلومه که نبود. آره شاید ما اشتباه کردیم، ببخشید. بس دیگه ونسا. ای بابا، دارم معذرت خواهی میکنم ازش. خب من از کجا بفهمم که این دختره رو دوست داره؟ آره؟ نه؟ از دختر رو خوشت میاد؟ بله، مخصوصا از یکیشون. چی؟ تو با کسی عاشق شدی کلود؟ بله بابا. جون من؟ آره. یعنی با یک کسی رسما هستی؟ رسما با یکی. خب پس چرا هیچی به من نگفتی؟ خب وایسا دیگه، تعریف کن، بگو. مثلا نمیدونم قد بلنده، قد کوتاه، بوره، موقعیه. نه چرا نه وایسا، اتفاقا من میخوام بدونم. ببین وسا، من امشب نمیخوام در این باره با تو صحبت کنم. ببخشید چرا الان اینجا شما نشسته بودی داشتی میگفتی ما داریم نمایش میدیم، حالا که داستان جدی داره میشه داری میکشی عقب؟ باشه، هرچی میخوای سوال کن، من جواب. کلود فراد بازیش نشد. نه وایسا، من 25 سال این آدم رو میشناسم. من اصلا هیچی نمیدونم ازش، به خاطر اینکه تو همه مهمونی رو میاد ساکت میشینه. مگه میرزا بنویسی؟ خب باشه، سوال کن، من جواب میدم. آها، خب دختره؟ بله. از کی؟ خیلی وقته. تو خیلی وقته با یکی دوست شدی؟ باشا، خوشگله؟ به نظر من که محشر. خواهش میکنم، خواهش میکنم، اینجوری نه. الان اصلا وقتش. باش. خب تو چرا نمیخوای به ما بگی آنا؟ برای اینکه بابا کلود مجبور نیست به ما حساب پس بده، زندگی خودشه. یه لحظه صبر کنی، یه لحظه. آنا تو میشناسیش؟ بله آنا میشناستش. ما چی؟ ما میشناسی؟ بله. اون تو اون پلمتون که نیست. نه اتفاقا تو خیلی خوب میشناسیش. یعنی چی من خوب میشناسم؟ خیلی بهتر از بقیه میشناسیش تو. خیلی خوب، کافیه، بهشون بگو. باشه. نه بگو دیگه، اگه تو نمیگی من بگم. یه لحظه باشه آنا. من بحثا متاسفم، نمیخواستم. حرف نزن، یه لحظه باشه. آنا، تو این کار کردی؟ چه کار کردم؟ اینی که میگه یه آدمی. نه وای، نه ونسا، مثلا اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. دیوانه شدی؟ وای، فشارم افتاد. مال منم. پس با کی هستی کلود؟ من با فرانسواز هستم بابا. فرانسواز چی؟ فرانسواز مامانت. مامان فرانسواز کیه؟ فرانسواز ونسان. فرانسواز ونسان کیه؟ فرانسواز مامانه دیگه. ما با همین، با مامانت. خفه شو، دمت گر. آنا تو از کی میدونستی؟ بابا خواهش میکنم، من اصلا داخل این قضیه نکنید. نه باشا، از کی میدونستی؟ خفه شو.
ببین بنسا، من درک میکنم که زخمی شده باشی. حتی درک میکنم که احساس کنید به تو خیانت شده، ولی در واقع هیچ کس نمیخواست اذیتت کنه. ببخشید الان چه شبیه روانکاوا داری صحبت میکنی؟ ازت یه سوال پرسیدم، از کی میدونستی؟ چه فرقی میکنه؟ نه برای من مهمه، باید بدونم زن من از کی داره به ام دروغ میگه. تو خودت همیشه ترجیح نمیدی همه چیزو ندونی؟ میگی هر کی باید دنیای خودشو داشته باشه، راحت زندگی کنه، راحت نفس بکشه، بعدم همه چیزو که نباید دهن کسی. خب پس بهم نمیگفتی؟ خودم من که سعی کردم، ولی گوشت بدهکار نیست. حالا من مقصر شدم. ببین بنسا، خواهش میکنم یه دقیقه گوش بده. این یه ماجرای بین مادرت و بهترین دوستت. من درک میکنم قبول کردنش راحت نیست. اگه وظیفه من نبود راجع بهش حرف بزنم، این تصمیم باید اینا میگرفتم. اگه اینو نمیتونی درک کنی، واقعا من نمیتونم. اون باتری رو اینقدر سر نکش. دلم میخواد سر میکشم. آنا حق داره، آنا که نباید به ما میگفت، کلود تو باید میگفتی. من میخواستم بگم مامانتون فکر کرد شما درک نمیکنی. اصلا برای من مهم نیست کیه، هر کسی دیگه ایم بود من اینه همین حرف. بابا مامانه ها. ای بابا تو هم دیگه بس کن. مامان اه؟ 8 سالت که نیست، یکم بزرگ شو. مامانت یه مرد رو دوست داره. بابات میخواست روزی دوتا باید سیگار نکشه. من و این کلود 30 ساله با هم دوستیم. یه روز هم نشده که یا من ندیده باشمش یا باهاش حرف نزده باشم. تمام این لحظاتی که با کلود حرف میزدم جلوی چشممه. تمام این لحظاتی که به خودم میگفتم بابو راحت باش، حرف دلتو بزن، این کلوده، بهترین دوستت. تو همه چیز اونو میدونی، اونم همه چیز تو رو. و منی که همش احساس گناه میکردم پیر، برای که فکر میکردم من تو رو دارم، بچه ها رو دارم و این کلوت هیچ کیو نداره. همش دلم میخواست براش یک کسی رو پیدا کنم، یک کسی ظریف لطیف که چقدر من خرم. نه ببین بابا آه. سعی کن درکش کنی. اون اصلا نمیخواست آزارت بده، فقط رازشو به تو نگفته. حتما نیاز به زمان داشته تا بتونه رازشو به تو بگه دیگه. ظاهرا برای راز نگهداشتن 2 نفر لازمن. من فقط میخوام به کلود بگم که دلم میخواست جای آنا بودم، برای که من هیچ وقت هیچی رو ازش قایم نکردم. هیچی. ببین هیچ وقت هیچ کسی همه چیزشو به همه کس نمیگه. هر کسی برای خودش چیزایی رو نگه میداره. چی میگن؟ تکیه های پنهان زندگی. ولی من همه چیزمو به کلود گفته بودم. لحظه های خوبم، لحظه های بد، زایمان ها، مسائلم با بچه هام، گریه هام، خنده هام. حتی وقتی تو اون مشکل کوچولو رو هم داشتی بهش گفتم. یعنی خصوصیه به نظر تو شخصی؟ من نمیفهمم. یعنی چی شخصی؟ من نمیفهمم. اگه آدم نتونه حرف دلشو به دوستش بزنه، پس دوست چه فایده ای داره ها؟ کلو تو چطور تونستی؟ فقط به من اینو بگو که چطور تونستی تو همین؟ بابا من میخواستم بگم نشد. خب چطور به آنا گفتی؟ بابا کسی به من چیزی نگفت، کلود حرفی نزد، من خودم فهمیدم. ببخشید شما علم غیب داشتی؟ نه خیر، یعنی کسی با من درد دل نکرد. آنا تو کاستید مچ ما رو گرفت. شما خفه شو. ببین بابا، من بارها خواستم بهت بگم چه عشقی بین من و فرانسواز. تو میدونی در مورد کی داری صحبت میکنی؟ در مورد فرانسواز داری صحبت میکنی؟ مامان من. حالا اصلا مامان من مهم نیست، در باره زنی که شما رو بزرگ کرد. تمام مدت نون و نوتلا برای این درست میکرد. جشن تولد براش میگرفت، براش کتاب قصه میخرید. شما درباره فرانسواز داری صحبت میکنی، زن هانری. بسه دیگه بنسا، تو داری خودتا میکنی. میخوام خودم بکشم. بکش. حالا تمام مدت هایی میگو کلود از زنش نمیافتاد. بنسا تمام مدت به این داشت فکر میکرد، تمام مدت نگران پول تو جیبی این آدم بود. بنسا یا آروم میگیری میای میشینی اینجا گوش میدی، یا میذاری میری. میذارم. نه خیر آروم میگیری میای میشینی گوش میدی. خودت خواستی حرف بزنی آروم گوش میدی. بنسا
من یه روزم نمیشه به باباتون فکر نکنم بابا. من هیچ وقت یادم نمیره اولین روزی که پدر مادرتون رو دیدم. درست خیابون مونج بود. قبل از کریسمس. پدر بالای یه نردبون داشت کاج بزرگ کریسمس رو تزیین میکرد. قدم بعد این کار رو میکرد که فرانسواز دلش رو گرفته بود از خنده. اون روز این دوتا آدم با عشقشون، با محبتشون توی خونهشون منو پذیرفتن. تو بابا شدی بهترین دوست من. درست میگی. و انسان همیشه ازم حمایت میکرد، تشویقم میکرد، برام برادری کرد واقعا. البته همیشه فاصلش هم با من نگه میدید. و خب فرانسواز که منو فرستاد دنبال موسیقی، من اینام علاوه بر بقیه چیزا مدیون اونم. بالاخره هانری فوت کرد. یک حقیقتی آشکار شد که نباید میشد. من یه روز توی ارکستر بودم وسط تمرین. دستام شروع کرد به لرزیدن. و همونجا فهمیدم زنی رو دوست دارم که نباید دوست داشته باشم. فقط به خاطر تو بابو، فقط به خاطر ونسا. و تصمیم گرفتم برم. من شروع کردم همه کنسرت ها رو قبول کردم. انگار خواستم همه چیز رو پاک کنم با یه حرکت دست. رفتی کانادا؟ دقیقا، من رفتم کانادا. و نه فرانسواز چی فکر میکرد؟ فکر میکرد که من پشت پا زدم به همه چی. من انگار همه سو فراموش کردم. در صورتی که اصلا این شکلی نبود. من اونجا هم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. یعنی توی ارکستر اونجا ترومبون نمیتونستم دست بگیرم. تصمیم گرفتم برگردم. اومدم پاریس، سوار ماشینم شدم، یه سره روندم تا کاستید. خونتون توی مه غلیظی فرو رفته بود. من چشام تا دو قدمیمو نمیدید. صدای باز شدن در اومد، صدای آهن اومد. فرانسواز ظاهر شد. هیچ تعجبی توی صورتش نبود، فقط به من اشاره کرد که و من ما بعد از مدت‌ها درست همون جایی بودیم که باید می بودیم. من تو اون خالی بود ولی پر از عشق بودم. می فهمی ونسان؟ ما چشمون با هم حرف می زد. حتی یه بارون ریزی گرفت. من دیگه مثلا بارون عشق چیه روی گونه های فرانسواز. دست منو گرفت، گفت بیا تو، دلم هوا تو کرده. آروم گرفت. حالا هیچ کس هم حق نداری. خوبه حالا. خوبه حالا. خوبه. بابا زده دهنتو داغون کرده. بس دیگه اینقدر ازش دفاع نکن. تو شاید حالت خوب باشه ولی من نیستم. من میخوام که واقعا از دلت در بیاره و باور کن که این کارو میکنی. ببخشی اگه نکنم چی کار میکنی؟ ونسان حواستو جمع کن، این دفعه دیگه فرق میکنه. من چی کار میکنم؟ اون شروع کرد. این شروع کرد؟ خالیته چی میگی؟ خدایا. نه نه ونسان، این تو نیستی. محاله. مردی که دو ساله دارم باهاش زندگی میکنم. مردی که دوستش دارم. از سرش هم دارم سعی کنم ازت متنفر نشم، اما واقعا کار سختی. اصلا باورم نمیشه این بچه‌ای که تو شکمم از توه. بله، این تنها چیزیه که خودت گفتی. منظورت چیه؟ چه میدونم، احتمالا امشب اعتراف دیگه ای هم وجود داره، چون همه دارن اعتراف میکنن. من در مورد خودمون هیچ وقت بهت دروغ نگفتم. هیچ وقت. من از این به بعد تنها چیزی رو که میبینم باور میکنم همین. عالیه. خیلی خوبه. آفرین ونسا. همینطور ادامه بده.
از این به بعد اون چیزی که دیگه نخواهی دید پسر دید. یه نفس باش کجا؟ بشتر کنی کنم بگیرو کنم آرما برخان برخان بخوایی مذرد خواهی بکنم؟ باش صاف بشین صاف بشین دستتم بگی بالا خونش بمیاد ببخشید این کلت رو پارت کردم ولی حقت بود. منم معذرت میخوام محسن، ولی ما نباید از تو اجازه میگیرم. خودم فهمیدم. ما دوتا بالغیم مثلا. آره مخصوصا مامانم. فنسان چیکار بکنم؟ 30 سال از این موجودتر دیگه. حالا میفهمم چرا فرانسواز نمیخواست بهتون بگه. آخه شما درباره این هم صحبت کردید. بله 100 بار بهش میگفتم درک میکنید میفهمید، ولی ظاهرا اشتباه میکردم. قیافه خودتو نگاه کن. داد نزنی بچه ها خوابیدن، منم میخوام برم بگیرم بخوابم. الو سلام مامان، خوبم، عالی، خیلی خوش گذشت محشر، غذا شاهکار، نه کیش میشن، نه باد کردن، نه خشک شدن، یکم فقط له شدن الان که دارم میبینم رو زمین پهنن. مامان داستانش مفصله، چی بگم؟ اول که پسر عزیز دردونت اعتراف کرد که میخواد اسم پسرشو بذاره آدولف، عین هیتلر. بعد اون و آنا که طبق معمولانا 1 ساعت دیر رسید به ما گفتن که اسم بچه همون مسخره است. ها ها، ونسا میخواد بیاد به کاستید برای روزهای 36، 37، 38. البته الان که زده دماغ دلبرت رو داغون کرده دیگه نمیتونم. دلبرت دیگه مامان کلود، مگه تو به جز کلود دلبرت دیگه ای هم داری؟ گوشی دستت مامانم. الو بل باش نه باش منم همینطور باش. فرانساس فردا میاد پاریس. وقتی پای نواش در میونه اینقدر زود خودشو نمیرسونه پاریس. بابا خیلی باش بد صحبت کردی، همین الان به زنگ بزن و ازش عذرخواهی کن. من زنگ بزنم از مامانم عذرخواهی کنه؟ بله. تو میخوای که من زنگ بزنم از مامانم عذرخواهی کنم؟ بله. پس کی از من معذرت خواهی میکنه؟ تو از من معذرت خواهی میکنی پیه؟ من معذرت خواهی کنم؟ آره چی؟ از من معذرت بخواه، از من تقاضای بخشش کن، از من عذر بخواه، از من بخواه که یه جوری بهت ثابت کنم بعد از این همه بلا که سرم آوردی هنوز دوستت دارم. این بخششه دیگه. نه قیافه‌شو ببینی، مثلا این قیافه رو به خودش گرفته که اصلا من نمیدونم زنم داره از چی حرف میزنه. بعدم بشه این یه موضوع شوخی بین این و ونسا. باید قیافه‌تو ببینی پیه، قیافه بچه دبیرستانیایی رو داری که وقتی تقلب میکنن فرمول ریاضی رو به دستشونه ولی معلمشون رو نگاه میکنن، نه ما تقلب نکردیم، نه ما تقلب نکردیم. تو میخوای یه واقعیت بدیهی رو انکار کنی پیر، واقعیت این همه بلایی که سر من آوردی. چه بلایی؟ از چی داری حرف میزنی؟ چی میخوای بهت بگم؟ میخوام یکم شهامت داشته باشی و به من بگی ازت معذرت میخوام. میخوام یکم جرأت داشته باشی و به من بگی ازت معذرت میخوام. بگی ازت معذرت میخوام بابوی من که اینقدر بلا سرت آوردم. ازت معذرت میخوام بابوی من که اول زندگی ازت خواستم رسالت رو ول کنی و بیای رساله منو بنویسی. منو ببخش بابوی من که بعد همون موضوع تو رو انتخاب کردم.
اولین که حیف بود، حیف بود حاصل این همه سال زحمت تو کتابخونه سن ژنویو قدر بره. از من معذرت بخواه پیر، بگو منو ببخش بابوی من، منو ببخش بابوی من که اول زندگی همه کارا گردن تو بود و من هیچ وقت ازت تشکر نکردم، هیچ وقت. به جای من ورقه ها رو سعی میکردی، به جای من مقاله ها رو مینوشتی و من هرگز ازت تشکری نکردم. از من معذرت بخواه پیه، بگو منو ببخش بابوی من، بگو منو ببخش بابوی من که اینقدر زود بهت گفتم بچه دارشی، برای اینکه هیچ چیز توی زندگی شیرین تر از بچه نیست، ولی من اصلا بهشون نمیرسم، اصلا. چرا؟ فقط یه شنبه شبا 5 دقیقه باشون بازی میکنم، بعدم ولشون میکنم تو بغل تو، خیس عرق، با مشقای ننوشتهشون، با کیفای مدرسه جمع نکردهشون، با عروسکای گم شده و جیشای نکردهشون، و خودم میرم تو دفتر کارم در اتاقو میبندم، برای که هنوز اون مقاله فوق العاده مهم رو روی دریزه تموم نکردم و مجله تنکل منتظر مقاله من. از من معذرت بخواه پیر، بگو منو ببخش بابوی من، منو ببخش که همیشه ازت خجالت کشیدم، از این سمت کوچولوت تو این دبیرستان کوچولوی هومه شهر، من هیچ وقت نخواستم که رفقای ارجمندم با تو روبرو بشن، برای اینکه به نفع من نبود، به نفع من نبود. این زن زشت بد لباس های پیکر از ریخت افتادش، از من معذرت بخواه پیه. خب ظاهرن تو این کلماتی رو که من منتظرشم به من نمیگی، خیلی خوبه. تو چی کلوت؟ نه شش. تو هیچی به من نگو، خودت همه چیزو میدونی، هیچی نگو، هیچی. تو چی وسان؟ تو این کلماتی رو که من منتظرشم به من میگی؟ تو پسر کوچولوی مامانش، دلقل کوچولوی باباش که اجازه داشتی هر غلطی دلت میخواد بکنی، برای اینکه از قبل بخشیده شده بودی، اجازه داشتی تا نصف شب تو کوچه بمونی، اجازه داشتی با همه یکی بدو کنی، برای اینکه وای چقدر این بنسان خوشگله، چقدر این ماهی آشفتش تو آفتاب قشنگه، چه سوکسی تو دخترها داره. ولی خودمون این بنسان اینقدر محبوبیت هم میتونه خسته کننده باشه، نه؟ نه، لازم نیست بنسان به چیزی دست بزنه، خواهر دست و شلفتیش عاشق کلفتیه. یادت اومد بنسان؟ نه. خب ظاهرن امشب هیچکی از هیچکی طلب بخشش نمی کنه. چه خوب، ولی مسلماً طلب بخشش هممون رو راحت تر می کرد. پیر تو که زیاد دل سرد نشدی ها؟ اینه زندگی، اینه. پس منم تنفر و اکراه و کینم رو ور میدارم و چارتایی با هم میریم میخوابیم. برای اولین بارم ظرفا رو برای تو میذارم، بچه هم اگه بیدار شدن تو میری سراغشون، برای اینکه من میخوام 2 بسته قرص اگزازپام بخورم و 2 روز بخوابم، تو هم میمونی رو همین کاناپه تو اتاق نمیری. همه تون بریم به درک، شب بخیر. خوب شد؟ این دسته گلی که با حالا میشه شما نمک رو زخم نباشید؟ کجا؟ مطمئنی حالت خوبه؟ لطفت وایسته وایسته. شما کجا؟ تو با این حالت نمیتونی رانندگی کنی، با تاکسی بیا. نه شما تو از این کلگی جون نمیذاری. بذارم چی میشه؟ منم مثل رفیقت کتک میزنی؟ تا بعد هر وقت حالت خوب شد، وگرنه لازم نیست میتونه.
خدای من انگار دارم خواب میبینم. زنها تو این مرکه چی میبینن؟ چه میدونم؟ نوازنده موسیقی دیگه. ببخشی کدوم نوازنده؟ اصلا این سازه داره؟ ماسماسن که شهر بازیه دیگه، ساز نمیگیم به این. آره برو برو بچه هاتو بزرگ کن، با تنهایی بچه بزرگ کن ببینم چی میگی تو. میخندم به سب کن، میخندم. این مال مرتیکه هست؟ بوش هم یوبسه. آن تو اصلا دیدی این آدم بخنده؟ نه نخنده. یه چیزی بگه دیگران بخندن. نه ولی معمولا پدر ناتنی ها همین جوری هم. تو ما رو باش که باختیم یه پولی دستش بیاد. بنسوان من یه سری به بابا میزنم. نه میگم هتل. نه 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 دیمه شدی. نه تو شب همینجا میمونی. نه رو همون کاناپه. ببین من همین امشب بابا بقیه همین امشب. کجا بود؟ بده بیار چیلی دو؟ دینا آبادی رو بهت قرض میدم، من کنسم دیگه. یا بگی بخواب حالا میبینی این کاناپه بهترین کاناپه دنیاست. بهترین. برو بزرگ کن. شوفاژم خلاص روشن کنم. تعارف نکنه. مطمئنی؟ هزینه ای نداره. چراغا چی؟ چراغا رو خاموش کنم. اینا رو خاموش بکن. این میخوام رمان آدولف رو بخونم. شب خیر سانچو. شب خیر دونکی شد. بیه گری گراند واقعا اومدی بود؟ آره واقعا اومدی بود، فقط اسمش کری گراند نه گری گراند. بگی بخواب بچه.
اون شب با یه سردرد وحشتناک به خاطر قاطی خوردن و با یه کمر داغون به خاطر کاناپه مزخرف پیر، وقتی داشتم اولین صفحات رمان بنجامین کنستان رو میخوندم، برام مسلم شد به طرز بی‌بازگشتی خانواده‌ام از هم پاشید. بعد کافی بود به چند تا از این ضربات، چند تا حرفایی که بینمون رد و بدل شد بیفتم تا بفهمم که اون شب یک قبل و یک بعدی داشته و هر کدوممون یه خاطره متضاد از اون شام مراکشی به همراه داشت. زندگی روال عادی خودشو پیدا کرد. بعد 4 ماه و 6 روز آنا توی یه جلسه با این کره‌ای‌های کذایی یهو کیسه آبش ترکید، بردنش بیمارستان. خانواده هم سراسیمه خودشونو به اونجا رسوندن تا با پسرمون آشنا بشن. واقعا هرچی بگن کم گفتن. این سونوگرافی به تعبیر شخصی آدم ها بستگی داره. هر کافی انگشت بچه تو شکم مادر تعبیر به یک چیز دیگه بشه تا بفهمن که مثلا حدس بزن پسره. بعد 12 ساعت تلاش تیم پزشکی، آنا بالاخره بچه ای رو به دنیا آورد. یه دختر بچه کوچولوی زیبا. وقتی اینو بغل کردم تازه متوجه شدیم هیچ اسمی براش نداریم. آنا همون لحظه یه فکری به ذهنش رسید. آنا زن من اصلا زن فوق‌العاده‌ای. بچه رو برداشتم بردم پایین که خانواده ببیننش. وایستاده بودن همه اونجا. منم بغض کرده بودم. گفتم ببینید بچه‌م اونا دختره و اسمش فرانسواز. بابا گریه کرد. پیر جیغ کشید. فرانسواز با چشمای پر اشک اومد منو بغل کرد. کلود اومد دستم رو گرفت گفت عجب ایده درخشانی. یک آن تو چهره این به طرز نامحسوسی، تو چهره این دوست قدیمی و ناپدری جدید یک چیزی رو کشف کردم. یک شکلک. نه نه، شکلک نبود، بیشتر یک ادا بود.